کنوانسیون بین المللی حضب تمام اشکال تبعیض نژادی در 21 دسامبر 1965 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. با هم گزارش همکارم را ببینیم. سازمان ملل متحد هر سال در روز 21 مارس که روز جهانی رفع تبعیض نژادی نامگذاری شده است به بازنگری برنامه ها و اقدام انجام شده برای رفع تبعیض نژادی به ویژه درباره مردمی با تبار آفریقایی در سراسر سر جهان می پردازد. دلیل نامگذاری این روز این است که 21 مارس 1960 69 نفر از مردم آفریقای جنوبی که برای اعتراض مسالمت همیز به قانون نجات پرستانه محدودیت عبور و مرور در شهر شارپویل ویل گرده هم آمده بودند با شلیک گدوله های پلیس نظام آپارتاید کشته شدند. واژه آپارتاید به معنای جدایی و تفکیک می باشد و در اصطلاح با تبعیض نژادی و نجات پرستی مترادف شده است. اگرچه اعمال سیاست های تبعیز نژادی از دوره ای آغاز استعمار و به ویژه از قرن هفته هم شکل گرفته و نقاط گسترده ای را شامل می گردد. اما به صورت مشخص این کلمه از سال 1948 توسط دفتر مرکزی حزب ناسیونالیست کشور آفریقای جنوبی به کار گرفته شد. هدف از اعلام و اعمال این سیاست جدا سازی سفید پوستان از غیر سفید پوستان و به ویژه سیاهان بود با اینکه بیش از 80 درصد جمعیت آفریقای جنوبی را غیر سفید تشکیل میدادند اما اقلیت سفید پوست با اجرای سیاست های غیر انسانی جامعه طبقاتی به وجود آورد مسئله تبعیض نژادی هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها که دارای نژادهای مختلف می باشند همچنان وجود دارد سازمان ملل متحد بر این مهم تاکید دارد که همه انسان آزاد به دنیا می آیند و ارزش و حقوق برابر دارند و همه این توانمندی را دارند که در توسعه و رفاه جامعه خود نقش سازنده داشته باشند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یکی از مصوبات سالهای اخیر خود تأکید کرده هرگونه نگرش نظامی یافته بر برتری جویی نژادی از دیدگاه علمی نادرست از دیدگاه اخلاقی محکوم ناعادلانه و برای اجتماع خطرناک است و چنین ها و باورهایی که به دنبال اثبات وجود نژادهای جداگانه انسانی هستند نباید پذیرفته شوند تبعیض نژادی به عنوان یک عامل نقض کننده حقوق بشر علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنونسیون های بین در مبانی دین اسلام نیز نفی شده است اسلام تصویری صحیح و شفاف از خلقت انسانها و راز تفاوت آنان ارائه می نماید و معیار ارزشگذاری انسانها که حکایت از جهان شمولی اسلام دارد در مبانی این دین الهی به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است در مبانی اسلامی و سیره معصومین علیه السلام فقط نیکوکاری و تقوا تنها دلیل برای برتری انسانها نسبت به یکدیگر عنوان شده و بدین سان عملا زمینه ایجاد هر گونه تبعیض در جامعه را غیر ممکن ساخته است پیامبر اکرم بر برابری انسان در خطبه معروف حجت الودا تاکید فرموده و به مسئله برتری جویی بین اعراب آن زمان و نیز تحقیر سیاه اشاره می نماید و تنها ملاک برتری انسان ها را تقوا می دانند. ملاکی که از سوی خدای متعال تعیین شده و جز این ملاک سایر برتری های خودخوانده بشری هیچ گونه امتیازی را برای صاحبش به همراه ندارد